شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه در خدمت جناب آقای فرید انصاری دسپوری در انگلیس هستیم. جناب انصاری سلام عرض میکنم و وقت بخیر میام خدمت. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عبدالله عزیز و بینندگان محترم و عزیزتان و امیدوارم همگی خوب و سالم و سلامت باشید. خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترمم شاد و سلامتی و خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی ممنون که ما رو دعوت کردید. ما هم خوبیم الحمدلله، هم خانواده خوبه، هم همه به قول ما، ولی در قرنطینه زندگی می کنیم. بله، در فعلا در قرنطینه است. بینندگان عزیز، آقای انصاری دوست سالهای چندین ساله بنده، از فعالان حقوق بشر و بی‌بی‌ای از فعالان حقوق معلولان، عضو ارشد اتحادیه جهانی معلولان، عضو ناظر کمیته کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد هستند. بسیار در این زمینه فعالند. جناب انصاری، در طول چند هفته گذشته 4 مقاله از شما در فضای مجازی در رابطه با افراد دارای معلولیت در چنگال دو ویروس به چاپ رسیده. بسیار مقالات جالبی است، بسیار اطلاعات جالبی در این زمینه فراهم میکنه و از جمله به ما انسان‌ها یادآوری میکنه که از یک مسئله خیلی مهم، بخش مهمی از جوامع ما و ویژه در جامعه ایران، بسیاری از ما غفلت میکنه. اما خواستم خواهش کنم که بفرمایید که در این مقالات چه میگوین و وضعیت این جامعه دارای معلولیت ما چطور است و چه باید کرد؟ در حقیقت اگر اصلش خواسته باشین جناب آقای عبداللهی، این بر اساس تماسایی که من با خود افراد دارای معلولیت در ایران داشتم و در واقع به خواسته هاشون میگفتن، مشکلاتشون تو این شرایط میگفتن، مطالعاتی که در واقع از گزارشگرانی که در زمینه افراد دارای معلولیت در واقع کار میکنن، مقاله مینویسن توی روزنامه ها، این مجموعه باعث شد که با این شرایط که کرونا به وجود اومده و یک حادثه غیر مترقبه هست، یک سانحه هست یا یک بلایی هست و به جان همه افتاده، این بود که تلاش کردم شرح کلی بتونم بنویسم از تک تک یا بخش های مختلف افراد دارای معلولیت که امروز در چه وضعیتی هست. یعنی اکثر اون نوشته های من در واقع زبان خودشونه، یعنی بیان چیزهایی که خودشون گفتن. ما اینها در رسانه های مختلف، روزنامه های مختلف، یا تماسی که با خودمون داشتن یا از طریق ایمیل غیره، اینها رو سعی کردم به صورت مقاله درشون بیارم که هست اینجا و دادم، ارائه دادیم به قول به عنوان یک کار پژوهشی تحقیقی در 4 قسمت خدمت هموطنان تقدیم کرد. خب جناب انصاری، بفهمین که البته وقتی من این مجموع مقالات رو میخوندم، همونجور که عرض کردم توی عرایض اولیم، برای خود من از جمله این بود که ما از یک مسئله خیلی مهمی اکثر ما غافل هستیم و اون وضعیت این جامعه دارای معلولیت. اما بفرمایید که چگونه این ویروس به صدا مشکل دوگانه ایجاد کرده برای این قشر از جامعه ما؟ شما تیتر مقالتون است که این افراد در چنگال دو ویروس متفاوت گرفتار شدن. بفرمایید که این دو ویروس متفاوت چیه؟ یه ویروسش که هممون گرفتارش هستیم، درسته، در واقع ویروس استبداده. یک ویروسش هم که ویروس کروناست در واقع. حالا من البته بیشتر این قسمت کروناییش بحثه که امروز که در واقع یک ویروسی شیوع پیدا کرده، یک بیماری به نام کووید 19 یا ویروس کرونا در واقع شیوع پیدا کرده،
چه امکانات و خدماتی برای این قشر آسیب پذیر جامعه صورت گرفته است. اینه که اینجا در واقع همونطور که رئیس سازمان ملل اخیراً پیامی داده، از دولت‌ها خواسته که نسبت به جامعه معلولین، البته از کلمه مخ که چیزی که خودش گفته طبقه معلول، در واقع حواس کنه بدین و اینها قشر آسیب پذیری هستن، اینها بیشتر در خانواده های در واقع فقیر جامعه زندگی میکنن و بسیار آسیب پذیر هستن. توجه به دولت ها، از دولت ها خواسته که به این قشر در واقع توجه کنه. بر همین اساس هست که ما هم میخوایم ببینیم دولت ایران در واقع چه خدمتی کرده. حالا دولت ایران یا بگیم ارگانهای مثل وزارت بهداشت یا سازمان بهزیستی که حکم وزارت معلولین در ایران داره، در واقع اینها چه برنامه عملی انجام دادن. ما در این مقالات که کارمون انجام دادیم مشاهده کردیم که در واقع دولت ایران که باید در این شرایط حامی جان و سلامت افراد جامعه باشه، بخصوص افراد آسیب پذیر و به ویژه این جامعه معلولین که واقعا جزء قشر آسیب پذیر جامعه و بزرگترین اقلیت جامعه میباشند، اینها چه خدمتی، چه برنامه ریزی، چه تدابیری در واقع دولت براش انجام داده و یا احیانا سازماندهی کرده و یا اجرا کرده. ما متاسفانه با تماس هایی که با خود افراد دارای معلولیت داشتیم، هیچ امکانی، هیچ رفاه، هیچ امکانات رفاهی، هیچ تدبیر اداری، هیچ تدبیر سازمانی، تدبیر درمانی برای اینها در نظر گرفته نشده. من حالا مثالش میگم. فرضاً خودم خود در انگلیس هستم و برای افراد دارای معلولیت فعالیت میکنم الان چندین ساله. اینه که به محض اینکه این ویروس در اینجا شیوع پیدا کرد، دولت در واقع آیین‌نامه فرستاد که مثلا امروز باید چطور حواس کنی به افراد دارای معلولیت دیم، حالا مشخصا افراد دارای معلولیت، و اینکه مثلا با سازمان‌های مثل ما تماس گرفتن یا البته از طریق ایمیل و نامه که چگونه با افرادی که در واقع دارای معلولیت هستن و امکان حرکت ندارن، چگونه باید ما به اینها کمک بکنیم، چگونه تماس بگیریم، چگونه اینکه پیام بهشون بدیم و چگونه اینکه به اینها رو وصل کنیم با دستگاه‌های دولتی مثل شهرداری مثلا یا NGO‌ها. اینه که این، ولی در ایران ما اینجا می‌بینیم که این برنامه ریزی ها رو انجام، ولی در ایران متاسفانه چنین چیزی به وجود نیومده، چنین برنامه ریزی برای افراد دارای معلولیت نیومده. نه اینکه هیچ برنامه‌ای نیومده، هیچ تدابیری دیده نشده. یک کمک هم که کردن، حالا من از نظر آمار قبل اینکه برای سر این کمک، به خاطر اینکه شنوندگان محترم، بینندگان محترم بدونن، این در سازمان بهزیستی 1,630,000 نفر به عنوان معلول در سازمان بهزیستی ثبت نام کردن. اینها افرادی هستن که توی سازمان بهزیستی ثبت نام کردن. میلیون ها، بله، 1,630,000 نفر، 630,000 نفر، ببخشید، نه 1,630,000 نفر در سازمان بهزیستی ثبت نام هستن. اینها در واقع معلولای افراد دارای معلولیت هستن که بهزیستی قبول کرده که اینها در واقع معلولیت دارن، و خیلی، در صورتی که خیلی از افراد دارای معلولیت هستن که اصلا توی سازمان بهزیستی نیستن و امان خدا رها شدن.
آقای محسن بنپی رئیس قبلی سازمان بهزیستی اعلام کرده بود حرف چند سال پیشه که 2000 اگه اجتماع نکنم 2011 یا 12 بود که گفته بود ما 15% جامعه ما در واقع افراد دارای معلولیت هستن که این افراد 15% که اون موقع که در واقع ساز جمعیت ایران 75 میلیون نفر بوده، این حرف 2000 دقیقه یادم نیست ولی 5-6 سال پیشه. خب این افراد اگر ما بر اساس این آمار حساب کنیم، این آماری که ایشون داده یعنی از 75 میلیون جمعیت ایران حدود 12 میلیون معلول بودن. در صورت از این 12 میلیون فقط 1,630,000 نفر در سازمان بهزیست ثبت نام شدن. صحبتاتون رو اینها این 1,600,000 نفر افراد دارای 330,000 نفر 330,000 نفر افراد دارای معلولیت هستن که سازمان بهزیستی اونا رو بهزیستی آره اینا رو ثبت نام کرده. خیلی هستن که الان در لیست ثبت نام هستن ولی ثبت نامشون نمی کنن. چرا؟ بخاطر اینکه خب اگر اینا ثبت نام بشن، اگه اینا آمار دقیق معلوم، ما آمار دقیق افراد دارای معلولیت نداریم، اگر این آمار دقیق ارائه بدن خب مسئولیت در مقابل این آمار مسئولیت دارن دیگه، باید خدمات بدن، باید مستمری بدن، باید کمک هزینه بدن. خب این رو در واقع امکان چون نداره از دادن آمار صحیح در میرن. بنابراین در همین این ایام ما حالا همون 1,630,000 نفر رو میگیریم. برای این 1,630,000 نفر کمکی که کرده 10 میلیارد تومان بنیاد مستضعفین کمک کرده به 30,000 نفر و 24 میلیارد تومان سازمان بهزیستی کمک کرده به مراکزی که افراد دارای معلولیت یا سالمندان رو نگه می‌داره که مجموعه این افراد در این سازمان ها 56,000 نفرن. درسته؟ 10 میلیارد تومان به علاوه 24 میلیارد تومان میشه 34 میلیارد تومان. 34 میلیارد تومان صرف 86,000 نفر شده که چی؟ که دستکش بخرن، وسایل ژل مثلا بخرن، نمیدونم چیزای بهداشتی بخرن در این ایام. یعنی از 1,630,000 نفر فقط به 86,000 نفر کمک کردن، یعنی به 5% از افرادی کمک کردن که توی سازمان بهزیستی در واقع ثبت نام کرده. یعنی 95% از همه افرادی که سازمان بهزیستی ثبت نام کردن که معلول محسوب میشن، این از هیچ گونه امکان نه مستمری نه معیشتی نه سبد کالای از هیچ کمکی توی ایام بحرانی، توی ایام دشوار و توی ایام سخت در واقع کمک دریافت نکردم و نشده. این در واقع حالا علاوه بر این افرادی هستن که در این ایام افراد دارای معلولیتی هستن، خب به خاطر مشکلات معیشتی اینا دست فروشی میکردن یا کارهای کوچولو داشتن. این افراد متاسفانه بعد از شیوع کرونا و مسئله رفتن در قرنطینه و کار ترک کردن، به خاطر که از ترس جونشون مجبور شدن این کار کنن، رفتن در قرنطینه. خب این افراد باید وقتی کار نمی کنن خب یه دستگاه، یه چیزی، یه مستمری بهشون بدن به جای این.
هیچ دستگاهی، هیچ سازمانی، هیچ ارگانی به اینا هیچ گونه کمک مستمری، کمک معیشتی نکرده. یعنی هم بیکار شدن در این ایام و هم این که چی کمکی صورت نگرفته به اینا. این در واقع خب مسئله دیگه. خب این افراد دارای معلولیت چرا در واقع آسیب پذیر هستن در این شرایط؟ به خاطر اینکه اینها هیچ کمک، هیچ امکان مالی و امکان درمانی یا دسترسی به بهداشت و درمان مناسب ندارن. چون اینها هم از نظر مالی در توان کافی ندارن، یعنی کم توان هستن، و هم از نظر در واقع اجتماعی کم توان هستن که بتونن دسترسی پیدا کنن. بنابراین اینها این قشر یا این به قول رئیس سازمان ملل این طبقه معلول کارش چیه؟ اینه که هیچ کمکی دریافت نکنه، بیرد توی خونه در واقع با مشکلات خودشون دست به گریبان بشن. به نوعی دو بار در واقع قرنطینه شدن، یکی قرنطینه به خاطر شیوع کرونا، یکی قرنطینه به خاطر بی‌توجهی که به اینا صورت میگیره. اینم از این وضعیت که وضعیتی که بهشون در واقع آسیبی که به این بخش از افراد میرسه. به این ترتیب به خصوص در این شرایط که امروز همگان درش گرفتاریم و گرفتار هستن، به این قشر از جامعه ما بسیار بسیار بیشتر از بقیه سخت میگذره و فشار میاد و به خانواده هاشون همینطور. درسته؟ بله کاملا. من میگم جوادم قاصر است، دو سوال اشاره کردم از جمله خیلی ناراحتم از شدت قفلت خود من از این مشکل و مسئله که در همه جوامع به خصوص جامعه ما دارم. یعنی از حدود 11-12 میلیون معلولی که در ایران وجود داره، فقط 86 هزار نفرشون در... بله 86 هزار. اون هم اونایی که زایه نخایی هستن و در واقع هیچ امکان تکون خوردن ندارن و مراکز نگهداری. حالا من یه مثالی میزنم آقای که با عمق مسئله رو بگم. ما خب همه افراد دارای معلولیت فقط مثلا ناشنایان یا ویلچری یا نابینایان یا اوتیسم نیستن. حالا ما یه نمونه خیلی ساده که حالا توی آخر مقاله من نوشتم، افرادی که مشکل ذهنی یا منطقی یا مشکل معضلات یا معلول روانی هستن، خب اینها مراکز نگهداری این افراد بر اساس شیوع کرونا بسته شد. این افراد به خونه فرستاده شدن. خب یک فردی که دارای مشکل معلولیت روانی هست، خب این نگه داشتنش در خانه میدونید چقدر مشکله؟ این برای فرزند اگه یک پدر، یک مادر و یک برادر توی این خونه باشه، این زندگی اونا رو سیاه میکنه. بعد یکی از مشکلاتی که این خانواده ها دارن و گفتن اینه که این فرد دارای معلول روحی روانی میره در واقع بیرون، این خانواده در استراب و استرس به سر میبرن که نکنه این با خودش کرونا بیاره خونه. خب بعضی خانواده ها من شنیدم که این بچه برای جلوگیری کردن اینکه این فرد دارای معلولیت روانی مشکل معضلات روانی، اختلالات روانی دارن، نره بیرون، گاهی جلوش میگن این برمیگرده به پدر مادر و برادر و اینا رو میزن، اینقدر هم دیگه رو میزن که خودشو خسته میشن، میگن هر کدومشون میافتن یه گوشه. این حالا عمق فاجعه رو اگر میخواییم متوجه بشین از این. حالا یه مسئله دیگه هم که هست در این ایام
در هیچ رسانه‌ای، معمولا خب بزرگترین رسانه رسانه رادیو تلویزیون، هیچ برنامه‌ای برای افراد دارای معلولیت، ناشنوایان، نابینایان و غیره، همین حتی ای افرادی که مشکلات اختلالات روان، هیچ برنامه مشخصی آموزشی برای افراد صورت نگرفته، به طوری که ناشنوایان میگفتن که ما از لبخونی چیز یاد میفهمیم تو تلو. خود توی این لبخونی دکتر رو میاره یا مصاحبه میکنه تو بیمارستان، همیشون ماسک دارن و ما نمیفهمیم چیه. زیرنویس هم که تلویزیون نداره که رو زیرنویس بخونن بفهم. برای نابینایان هم همینطور، نابینایان مثلا فیلم درست میکنن که چگونه دستاتون رو بشورین، نشون میدن. خب این ویدئو صدا نمیکنه، نداره. خب این وقتی صدا نداره، یک نابینا که نمیتونه ببینه چطور دستا شسته میشن، باید ببینه کسی برای لااقل توضیح بده، یعنی صدا داشته باشه، که متاسفانه اینم صدا نداره. یعنی اینطوری این افراد در مزیقه هستن، مزیقه اطلاعات، هیچی در دسترسشون نیست. علاوه بر اینکه دسترسی به امکانات بهدرمانی و بهداشتی ندارن، دسترسی حتی به این اطلاعات هم ندارن. اینجا لااقل مثلا توی اینجا، حالا توی این بریتانیا، تلویزیون سوبتایتل زیرنویس داره، توی اونجا خود زیرنویس. خب یک کسی هم که میانن که در واقع با دست در زبان اشاره حرف میزنه، این ناشنوایان گفتن بابا این به زبان ما حرف نمیزنه. مثل یک کسی، شما حساب کنید یک جمله مثلا میخوان از انگلیسی به فارسی ترجمه کنن، به جای اینکه جمله را کاملا ترجمه کنن، لغت به لغت ترجمه میکنه. یعنی اینهایی که میان تو تلویزیون اون یه ساعتی که میان، نیم ساعتی که اخبار داده گفتیم، با دستاشون در واقع زبان اشاره برنامه اجرا میکنه، اینها به جای اینکه جمله رو بیان کنن برای اون آدم ناشنوا، فرد دارای ناشنوایی، این لغت به لغت میان میگن. خب این نمیتونن جمله رو بفهمن. نمیدونم روشن برای شما یا نه. خیلی خیلی ممنون. خیلی به هرچی بیشتر صحبت های شما گوش میکنم و به این مسئله فکر میکنم، واقعا از و اهمیت خیلی بیشتر این مسئله پی میبرم، نه تنها از این نظر که هر یکی از این عزیزانی که دارای معلولیت های از این نوع هستن یا از انواع مختلف هستن، از حقوق اولیه انسانی چون است که از حداقل رفاه و رسیدگی برخوردار باشن، اما 11 میلیون خانواده در ایران به این ترتیب دائم درگیر یک مسئله هستن که مسئله هر روزشونه، هر ساعتشونه، و به خصوص نه فقط از نظر مادی بلکه از نظر روحی روانی و شرایط اضطراب و استرسی که ایجاد میکنه برای خانواده ها بسیار بسیار نگران کننده است از نظر من. و تعجب میکنم که در ایران به این مسئله نمیتونم، چون مسئله فقط مسئله دولت نیست، مسئله فرهنگی، مسئله جامعه هم هست. صد درصد هم مسئله جامعه هست، هم که در واقع اصلا خود، حالا بجز جامعه، شما رسانه ها، این همه ما تلویزیون، رادیو در خارج کشور، حالا ایران ولش کن، این همه امکانات، خیلی خیلی کم اتفاق میفته که اصلا یک روز راجع به مثلا مسئله اصلا اختلالات روانی برنامه بزن. درسته؟ راجع به افراد دارای معلولیت، همین مشکلاتشون، همین برنامه‌هاشون، همین مستمریشون، همین امکاناتی که اینا دارن، کمبودهاشون، اینها التماس. من یک برنامه اینستاگرام هست که افراد دارای معلولیت میان حرف میزنن، اینو گوش میدن. هی میگفت فقط به ما پول بده، یه کم حقوق ما رو از صد نم ساعت، چون ماکسیموم به اینا 160 و 173 هزار تا میدن، مینیموم 63 هزار تا،
میگفت خب یکم از این پول اضافه کنی، این مثلا 163 هزار تا، خب پول 2 کیلو گوشت هم نمیشه در ما، پول هیچی برای ما نمیشه. این مشکلات چون در واقع مشکلات چندین جنبه داره. خب جامعه هم توجه به اینها نمیکنه متاسفانه، و یکی تأسف بارتر هم خود افراد دارای معلولیت هم نمیان تو صحنه، یعنی فقط فعالین هستن، خودشون متاسفانه خیلی نمیان. تا خودشون هم نیان توی جامعه مسئله حل نمیشه، باید خودشون بیان تو صحنه. ولی اون کارم احتیاج به فرهنگ سازی داره، درسته؟ خب دیگه باید کار کرد، باید کار کرد. آیه انصاری متاسفانه وقتمون تموم شد، خیلی سپاسگزارم، ولی نام شما قول میدم و هم از شما خواهش میکنم که به ما وقت بدین که بیشتر در رابطه با مسائل و مشکلات این قشر از عزیزان جامعه ما که تعدادشون هم بسیار زیاده به این بر مبنای ارقام آماری که شما ارائه دادین با هم گفتگو داشته باشیم. من در خدمت شما هستم، هر وقت هم فرمودین. بالاخره همین که بتونیم صدای این بی صدایان باشیم خودش یک کار خیلی نیک است. حتما مزاحمتون میشم. خیلی ممنون از وقتی که بودید. خیلی ممنون، قربان شما، خدا نگهدارتون.